بسم الله الرحمن الرحیم ادبیات حماسی در تعریف ادبیات حماسی چهار تا ویژگی باید مد نظر ما باشه یک ادبیات حماسی اولین ویژگیش اینه که جنبه داستانی داشته باشه حتما باید به صورت قصه و داستان باشه چون ابزار آموزش در گذشته بسیار دور قصه و داستان بوده پس مهمترین ویژگی ادبیات حماسی اینه که جنبه داستانی داشته باشه دو جنبه ملی داشته باشه یعنی چی یعنی اینکه آداب و ویژگی‌های فرهنگی دینی مذهبی اخلاقی یک ملت رو بازگو بکنه آداب و رسوم یک ملت رو نشون بده خواستهای درونی اونها رو نشون بده افکار و اندیشه های اونها رو بیانگر باشه و سوم اینه که جنبه قهرمانی داشته باشه یعنی یک شخصیت اول داستان در نگاه ملت و افراد جامعه کسی است که هم از نظر نیروی فیزیکی هم از نظر نیروی روحی و معنوی فراتر و برتر از سایرین هست چهارمین ویژگی ادبیات حماسی خرق عادت هست یعنی ویژگی هایی که در دنیای مادی وجود نداره به نوعی افکار و اندیشه گذشتگان رو به ماورای ماده وصل میکنه خرق عادت خرق یعنی شکافتن عادت یعنی معمول آنچه که فراتر از عادت هست خارق العاده بودن یعنی شکافنده عادت ها یعنی آنچه که عادت ها را میشکافد معمول ها را نادیده میگیرد و فراتر از معمول پیش می رود وجود سیمور در شاهنامه هزار ساله بودن زال یا روین بودن اسفندیار و امثال ها، همه اینها جنبه خرق خرق عادت یا خارق العاده بودن دارن بنابراین ادبیات حماسی ادبیاتی است که این چهار تا ویژگی رو داشته باشید خب در این فصل دو درس از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی و شعر دلیران و مردان ایران زمین را خواهیم خواند وقتی این متن را می‌خوانیم، حس و حال شور و هیجان و روحیه پهلوانی در ما برانگیخته می‌شود. و نسبت به میهن و دفاع از آن وظیفه آمیخته با غرور ملی و سربلندی احساس می کنیم. به گونه به این گونه آثار متون حماسی می گویند. حماسه به معنای دلاوری و شجاعت است. شجاعت غلطه. شجاع صفت درسته برای از فعاله. اما مسترش فعالت هست که باید شجاعت خونده میشه که در فرهنگ ما بیشتر شجاعت میگیم دیگه. و در اصطلاح ادبی روایتی داستانی از تاریخ تخیلی یک ملت است که با قهرمانی ها ها و رخدادهای های خلاف عادت و شگفت یعنی خارق العاده در میآمیزد. حماسه مربوط به دوران کهن است دورانی کهن است که قبایل و تیره های گوناگون متحد شده و اندک اندک تشکیل ملتی دادند به همین سبب حماسه هر ملتی بیان کننده آرمان های آن ملت است و مجاهدات آن ملت را در راه سربلندی و استقلال برای نسلهای بعدی روایت می کند. در حماسه، تاریخ و اساطیر، خیال و حقیقت به هم آمیخته می‌شود. و شاعر مورخ ملت به شمار می‌آید. به شمار می‌آید یعنی می‌باشد. فل اسنادی. بنابراین، هر حماسه چند ویژگی دارد. داستانی، قهرمانی، ملی و خرق عادت. اما داستان رستم و عشق بوست. سخن بر سر پیکاره پیکار یعنی نبرد یعنی آورد یعنی رزم یعنی کارزار یعنی جنگ یعنی حرب نبرد آورد وقتی میگیم آوردگاه یعنی میدان جنگ نبردم که معلومه رزمگاه کارزار جنگ حرب سخن بر سر پیکار میان ایرانیان و تورانیان است هنگامی که کیخسرو در ایران بر تخت, بر تخت, نشست افراسیاب در سرزمین توران بر تخت پادشاهی نشسته بود سپاه توران به یاری سردارانی از سرزمینهای دیگر به ایران میتازد میتازد یعنی حمله میکند خسرو رستم را بیاری میخواند اشبوس پهلوان سپاه توران این بدل میشه برای اشبوس پهلوان سپاه توران میشه بدل اشبوس به میدان میاد و مبارز, مبارز میجوید یکی دو تن از سپاهیان سپاه ایران پای به میدان می نهند اما سرانجام رستم پیاده به میدان می رود نبرد رستم با اشبوس از عالی ترین صحنه های نبرد تن به تن است که در آن تنزگویی چالاکی و دلاوری و زبانآوری با هم آمیخته است زبان آوری ینی زبانی رقیب را تحت تاثیر قرار دادن با زبان همون کری خواندن امروزی است با زبان بر رقیب پیروز شدن خروش سواران و اسبان زداش ز بهرام و کیوان همی برگذشت اغراق داره اغراق یا مبالغه سواران و اسبان سواران یعنی جنگاوران پهلوانان اسبان همون اسبانه دیگه تحول نوشتاری داشته دیگه زدنش ز زد بهرام و کیوان بهرام و کیوان سیارات هم دیگه تناسب صدای فریاد و خروش سوارکاران و شیهه اسبهای آنها و سر صدایی که در میدان نبرد یعنی دشت اینجا همون میدان جنگی چنان بلند بود که حتی از سیارات دیگر هم عبور کرد همی برگذشت از بهرام و کیوان عبور کرد همه تیغ و ساعد زخون بود لل تیغ نجاز از شمشیر تیق لبه شمشیر هست دیگه مجاز از شمشیر شمشیر پهلوانان و دست و بازوی آنان ساعد بازو از خون بود لل لل سرخ رنگه مجاز از سرخیه دیگه لل مجاز از سرخی لل سنگ سرخه اینجا سرخی سنگ لل مد نظر هست شمشیر و دست و بازوی پهلوانان در اثر ضربه هایی که به هم می از خون سرخ شده بود آغشته به خون بود خروشان دل خاک در زیر نعل دل خاک اضافه استاریه خاک مانند انسان دل داشته باشه. نعل و لعل جناس ناقص لعل نل جناس ناقص و در زیر نعل اسب ها پای اسب ها نعل اینجا مجاز از پای اسبه در زیر پای اسب ها و نعل های آنها دل خاک در فریاد و خروش بود نماند هیچ با روی خورشید رنگ اقراق داره به جوش آمد خاک بر کوه و سنگ اولا کوه و سنگ تناسب مراد نظیر نمان ایچ با روی خورشید خورشید مثل انسان روی داشته باشه اضافه استاریه رنگ و سنگ هم جناس ناقصه جناس ناقص هیچ روی خورشید چهره خورشید پیدا نبود چرا برای اینکه از بس گرد و خاک بلند شده بود چیزی دیده نمیشد خورشید دیده نمیشد به جوش آمده خاک بر کوه و سنگ انگار زمین به جوش آمده و بر کوه و سنگ خاک فرو نشسته است باریده است به جوش آمدن خاک در واقع کنایه از خاک بلند شدن گرد و خاک بلند شدنه به لشکر چون این گفت کاموس گرد گرد یعنی پهلوان که گر آسمان را به باید سپرد سپرد و گرد تی کردن اینجا سپردن تی کردنه سپردن هست تی کردن زیر پا گذاشتن له کردن پشت سر گذاشتن سپردن میشه دیگه به لشکر چون این گفت کاموس گرد کاموس پهلوان به لشکریانش گفت اگر لازم باشد باید آسمان را هم طی کرد و پشت سر گذاشت و زیر پا گذاشت همه تیغ و گرز و کمند آورید تیغ شمشیر گرز ابزاری جنگی که از شاخه درخت درست میکردن و یک سر آن قطورتر زخیمتر بوده و معمولا کارای خراتی اینا روش انجام میدادن و سیغلش میدادن و دستشو، گای اوقات تزین میکردن و کله گرز رو به شکلهای مختلف در می آوردن کله گرز رستم گافسر بوده البته کله گرز رستم و کاوه آهنگر که گرزی که به دست فریدون هست و کاوه آهنگر رو باش میزنه به شکل کله گاو بوده تیغ و گرز و کمند تناسب یا مراد نظیر همه شمشیرها و گرز و کمند و ابزار جنگی مجاز از همه همه وسایل جنگی رو فراهم آورید به ایرانیان تنگ و بند آورید عرصه را بر ایرانیان تنگ کنید کنایه از آنها را محاصره کنید بند آوردن محاصره کردنه عرصه را بر ایرانیان تنگ آورید و آنها را در محاصره قرار بدهید دلیلی کجا نام او اشبوز همی بر خورشید بر سان کوس کوس یعنی تبل پهلوانی که در اینجا کجا یعنی اینجا در این قسمت در این داستان پهلوانی که اینجا نام او اشبوس است در این داستان در این قصه نام او اشبوس است همین بر خروشید سان کوس تشبیه داره و اغراق بر سانکوس مانند تبل میخروشید تشبیهش اغراقش یعنی صداش مانند صدای تبل باشه اغراق داره مانند صدایش فریادش مانند صدای تبل بلند بود بی آمد که جویت ز ایران نبرد ایران مجاز از مردم ایران سپاه ایران بگم قشنگتر هست سپاه ایران مجاز مجاز از سپاه ایران آمد که از ایرانیان امتیاز بگیره با آنان بجنگد آمد که با ایرانیان نبرد کند سر همنبرد، همنبرد رقیب اندر آورد به گرد، سر به گرد آوردن سر به گرد آوردن کنایه از شکست دادن کنایه از شکست دادن و سر رقیبان را به خاک بنشاند سر به گرد آوردن کنایه شکست دادن. به خاک برسانند بشد تیز روحان بشد یعنی رفت تیز قیده قید بینشان صفت مشترک با قید فعلا اسمشو بشنوید بعدا خودشو یاد میگیرید بشد روحان تیز روحان با خود و گرد روحام اسم پهلوانه اسم پهلوان ایرانی است اسم شخص خود کلاه خوده کلاه جنگی گبر خفتان لباس جنگی همین گرد رزم اندر آمد به ابر گبر و ابر جناس ناقص گرد میدان رز به ابر رسید اغراق مبالغه یعنی روحام با کلاه جنگی و با لباس جنگی که پوشیده بود به جنگ اشبوس رفت در اثر درگیری آنها گرد و خاک میدان جنگ به ابر رسید به آسمان رسید برآویخت روحام درگیر شد با عشبوس روحان با عشبوس درگیر شد براقمت زهرد و سپه بوغ و کوس بوغ صدای شیپور کوس صدای تبل صدای شیپور و صدای تبل بوغ و کوس پس مجاز از صدای اون هست از جانب هر دو سپاه بلند شد هم سپاه ایرانیان و هم سپاه تورانیان صدای شیپورها و تبلهای میدان جنگ که به امید این که پهلوانشان به پیروزی برسد بلند شد به گرز گران دست برد بوس. گران سنگین محکم محکم دست برد. عشوز دست برد و گرز سنگین از جایگاهی که آویزون کرده در پشت زینه اسبش برداشت. زمین آهنین شد سپر آبنوس آبنوس چوب تیره رنگ. اقراق داره در اثر ترس و حیبت اشبوس میگه زمین مانند آهن شد آهن این صفت نسبیه و سپهر آسمان تیره تار شد اولا زمین و آسمان تضاد و تناسب دارن هم زمین هم آسمان تحت تاثیر عملکرد کرد قرار گرفتن زمین مانند آهن محکم و تیره شد و آسمان هم مانند آبنوز تیره شد براهیق روحام گران از جایگاه خود بیرون آوردنه از جایگاه گرز بیرون آوردن گرز گرز رو نصب کردن به یک انتهای زینه اسب معمولا انتهای زینه اسب که بهش میگن فتراک یا ترکبند ابزار جنگ رو بهش میبستن حالا گرز رو کنار پاشون با یه تصمیه میبستند اون رو میگه از اون جایگاه خودش بیرون آورد براهیق روهام روهام گرز رو گرز گران خود رو گرز سنگین خود را بیرون آوردون بعد شروع کرد به ضرب زدن برای زدن و حمله کردن دیگه بیرون آوردن همزمان با ضرب زدن غمی شد زپیکار پیکار دست سران غمی شدن یعنی خسته شدن سران پهلوانان روحام گرز سنگین خود را بیرون آورد و شروع کرد به ضربه زدن حمله کردن و در اثر ضربه هایی که به هم زدن دو پهلوان دست و بازویشان خسته شد چون روحام گشت از کشانی ستو ستو خسته ناتوان وقتی که روحام در برابر اشبوس کشانی کوش... همو اشبوسه کوشان اسم شهرشون بوده که مخففش میشه کشان و کشانی منظور اشبوس کشانی هست چون روحام گشت از کشانی سطوح وقتی که روحام در برابر اشبوس کوشانی یا کشانی به سطوع آمد و ناتوان شد به زور روی روی پیچیدن فرار کردن عقب نشینی عقب نشینی کرد و به سوی کو فرار کرد ز قلب سپه. سپاه سپاه اندر شفت توس قلب مرکز فرماندهیه توس فرمانده سپاه ایران توس فرمانده سپاه از مرکز فرماندهی سپاه ایران برای شد عصبانی شد ناراحت شد بزد اسب کاویت بر اشبوس. اسب را به حرکت در آورد که بیاید و با عشق بجنگد که بیاید و در برابر اشبوس قرار بگیرد تمتن برای شفت و با توس گفت رستم تمتن لقب رستمه عصبانی شد با توس گفت که روحام را جام باده دست جفت روحام جام با جفت یعنی کنایه از اینکه که اعتراض کرد بهش رستم تهمتن به اه اه توس که فرمانده سپاه ایران بود اعتراض کرد که گفت روحام پهلوان نیست جنگجو نیست برای چی اونو فرستادی؟ اون یک شرابخوار است یه خوشگذرانه جام باده جفت کنایه از خوشگذارم بودن اون یک شرابخوار یک خوشگذاران از پهلوان نیست مرد جنگ نیست برای چی اونو رو به میدان جنگ فرستادی که آبروی ایرانیان بردی تو قلب سپه را به آین بدار فرماندهی سپاه را آنطور که لازم است فرماندهی سپاه را به آین آن طور که شایسته است داشته باش بدار یعنی داشته باش سپاه ف... سپا ایران را تو قلب سپاه را به آین بدار یعنی تو فرماندهی سپاه ایران را به آن طور که شایسته است داشته باش اجازه ندی که آسیبی بلشکری هم برسد من اکنون پیاده کنم کارزار من اکنون بدون اسب به میدان جنگ میروم به جنگ اشبوس میروم کمان بزه به را به بازو فکن بزه صفته آماده کمان آماده را بر بازو انداخت کمان آماده خود را بر بازو اف... افکند به بند کمر بر هم به حرف اضافه است هم بر دو حرف اضافه برای یک گروه اسمی متمم اومدن دیگه اگر بخوام برگردونم درست باید به هسته گروه برگردونم به بند کمر کمر مضافون بند میشه هسته گروه متممی بنابراین دو حرف اضافه برای یک متمم اومده بذار تیرچند تیرچند هم ترکیب وصفی مغلوبه ترکیب وصفی مغلوب مغلوب یعنی چی جا شده چند تیر تیر چند گفته دیگه بله چند عدد تیر رو به کمربندش آویزان کرد خروشید که این مرد رزمازمای مرد رزمازمای جنگجو تا آمد مشو باز جای مشو باز جای فرار نکن رقیب تو آمد هم آورد یعنی رقیب هم نبرد آورد یعنی جنگ هم آورد یعنی هم جنگ هم رقیب هم رقیب تو آمد رقیب تو آمد خروشید که این مرد رزمازمایی فریاد زد رستم فریاد زد که ای مرد جنگجو همآوردت آمد یعنی هم نبرد تو رقیب تو آمد هم رقیب تو آمد مشو باز جایی فرار نکن فرار نکن کشانی بخندید و خیره بماند کشانی خندید عشبوس کشانی خندید و تعجب کرد خیره به ما در این تعجب کرد انان را گران کرد انان گران کرد انان یعنی افسار انان دهنه زمام مهار کنترل همه اینا معنی افسار میدن پس انان مهار زمام دهنه لگام لجام همه اینا هم معنی هن. انان را گران کرد اسب را نگه داشت اسب را نگه داشت وایستاد افسار اسب را کشید او را بخاند. او را بخواند یعنی او را مخاطب قرار داد بدو گفت خندان که نام تو چیست با لبخند به او گفت که اسم تو چیه با خنده به اون به رستم گفت که اسم تو چیست تن بی سرت را کی خواهد گریست تن و سر تناسب دارن الان داره تیکه بهش میندازه کری میخونه به اصطلاح الان که سرت را از تنت جدا میکنم تو سرت را از دست میدهی سرت از تنت جدا میشود کی برای تو گریه میکنه چه کسی به حال تو گریه میکنه همتن چون این داد پاسخ که نام چه پرسی که از این پس نبینی تو کام اسم منو چه کار داری؟ رستم این گونه به او جواب داد که اسم مرا چرا میپرسی؟ نام مرا چه میپرسی؟ برای چی میپرسی؟ که از این پس نبینی تو کام آرزویت آرزوهایت پایان یافته است آرزوهای تو پایان یافته است عمر تمامه الان میمیری این هم داره جواب میده که اسم منو چیکار کار داری؟ من که الان تو رو میکشم از میبرم تو آرزوها تو دیگه در مرحله پایان میبینی به اطمان میرسه دیگه به کام و آرزوهایت نمیرسی نام و کام جناس ناقص دیگه مرا مادرم نام مرگ تو کرد واجرای میم داره دیگه واج آرایی واج آرایی تکرار یک سامت یا مصوت به ای که موسیقی شعر تحت تاثیر اون تکرار قرار بگیره مادر من نام مرا مرگ تو گذاشت من عامل مرگ تو هستم مادر من نام مرا ازرائیل تو نامیده مرگ تو خ... اه... گذاشته من عامل مرگ تو هستم زمانه مرا پت که ترگ تو کرد زمانه میشه معنی کنیم عجل روزگار ایها هم داشته باشه عجل روزگار مرا پتکی قرار داد که بر کلا خود کلاه جنگی بر کلاه تو فرود آید مادرم اسم مرا مرگ تو گذاشته است عامل مرگ تو گذاشته است من زمان روزگار عجل مرا پتکی قرار است که بر سر تو فرود آید تو را نابود کند